در مقابل این دستاوردهایی که شما بهش اشاره میکنید و خیلی ملموسه و الان در جریان هست دارن هر دو گروه دارن به حال استفاده میکنن همه اعضای کنگره دارن ازش استفاده میکنن یک چیزی هم در یک مسئله هم در افکار عمومی جامعه ایرانی کانادایی وجود داره و این اینکه که این پرونده حقوقی چه برای چهار شاکی و چه برای هیئت مدیره هزینه بسیار سنگینی رو به وجود آورده برای شاکیان و گروهی که به حال گفته میشه حامیان این پرونده حقوقی هستند گفته میشه عددهای چند, دیند، چند ده هزار دلار بین 60 هزار دلار 80 هزار دلار رقم ها این یک بخش از اون طرف هم به حال یک گروه داوطلبی که اونها هم ادعا میکنن که دانشجو هستند و هر حال افرادی هستند که توانایی مالی برای مقابله کردن با چنین شکایت حقوقی رو نداشتن اونها هم همین میزان حالا کمتر یا بیشتر دچار خسارت مالی شدن و مجموعه این دو خسارت دو طرف در واقع رقم خیلی قابل توجهی رو تشکیل میده که میتونست در جامعه ایرانی کانادایی خیلی از معضلات و مشکلات رو بتونه حل بکنه آیا این دستاوردهایی که قانونی هم هست و الان هست میارزید در مقابل اون هزینه ها؟ ببینید راجب ارزش گذاشتن تناسب بین هزینه ای که صورت گرفته با دستاوردها نمیشه به راحتی صحبت کرد اول قبل از اون باید ابراز تعصف کرد از اینه که جامعه ایرانیه در اینجا کنگره ایرانیان و کانادا و نهایتا هیئت مدیره که مسئولیت اصلی به پای کسانی هستش که مسئولیت دارن اونها وظیفه دارن که اصلا بیان به جامعه یاد بدن قانون چیه برن وکیل بیارن براشون توضیح بده خودشون یاد بگیرن منتقل بکنن من کل این پروسه رو یک خسارت واجب و اجتناب ناپذیر برای خودمون و جامعه میدونم یعنی اینکه ما داریم هزینه یک قصوری رو میدیم که سالها درش کمکاری شده به هیچ وجه این پرونده لازم نبود به دادگاه بره به هیچ وجه این پرونده از سه روز و دو تا نامه جلوتر نباید میرفت و الان مستنداتش رو براتون میگن ادعا بر این بود که فارق از اینکه که قانون چی میگه اگر اعضا بفهمن که اینجا لیست اعضا داره به دست فکرشو بکنید به دست هر کسی میتونه بره به غیر از ماهایی که متقاضی هستیم که دیوید پر کردیم که راجب اونم من براتون شفاف سازی خواهم کرد اینجا ریزش پیدا میکنه اعضا نمیتونن تا روزی که ما رفتیم برای تحقیق و تفحص در کراس اگزامینیشن دادگاه یه لیستی از بیست و چند نفر از 770 خورده ای از به یک روایت و 900 و چند از به روایت دیگری بیست و چند نفر که متشکل از اعضای خانواده های شخصی اعضای هیئت مدیره و دوستان نزدیکشون بود به ادعای خودشون در کراس اگزامینیشن کس دیگری به اعتراض به اینی که من اگر اسم منو به بابک پیامی بدین دیگه عضو این سازمان نمیخوام بشم نکرده بود ما بر اساس مستندات باید بریم دیگه همش صحبت این بود که اعضا اینو میگن مردم اینو من خیلی برام عجیبه که صحبت اینه که مردم چی میگن مردم چی میخوان و یه دفعه فرصت به همون مردم داده نمیشه که بیان صحبت بکنن یعنی کسانی که در کنگره تا قبل از اینکه ما حکم دادگاه گرفتیم من بکنه پاک کردن کامنت رو در سوشال میدیا و وبسایت کنگره یکی دیگه از های پرونده ما کسی نمیتونست بذاره پست یا کامنت در وبسایت و سوشال میدیای کنگره صحبت این بود که مردم چی میخوان مردم چی نمیخوان اعضا چی میخوان اعضا چی نمیخوان من نمیدونم چطوری بود این مکانیزمی که کسی حق پست گذاشتن و حرف زدن و کامنت گذاشتن نداره ولی ما میدونیم که اعضا و مردم چی میخوان همون تعداد افرادی که پای اون نامره امضا کردن که اگر این لیست داده بشه ما دیگه نمیخوایم عضو اینجا باشیم همین الان عضو همین سازمان هستن در پروسه پرونده قانونی یه مرتبه به, شیوه موجز آسایی مکانیسم تمدید عضویت متوقف میشه اینا همه مستندات در دادگاه هستش مکانیسم تمدید عضویت مختل میشه دیگه وجود نداشته یک سری نامه های مخوفی به اعضا ادامه پیدا میکنه فرستاده میشه و تا سپتامبر 2019 یه مرتبه این سازمان 60 تا یا 90 تا حالا یادم نیست جزئیاتش مستند هست همه اینا همه چیزایی که من میگم مستند هسته شش کس لازم نیست حرف من قبول بکنه راجع به این تبدیل به اون میشه که آقا ببینید چون شما لیست اعضار خواستید اینجا بیشتر از 90 تا عضو نداره ولی امروز اینجا 3400 عضو داره یعنی بزرگترین سند موفقیت این پرونده حقوقی در همین 3400 نفره یعنی الان 3400 نفر با آگاهی به قانون با آگاهی به اینی که حق تماس برقرار کردن با همدیگر دارن با آگاهی به اینی که هیئت مدیره حاکم امور مربوط به اینجا نیست خادم این هستش که انتخابات منصفانه اصولی و شفاف برقرار بکنه خادم موظف به این هستش که فعالیت خودش رو به اعضا گزارش بکنه دو سال بوده که این سازمان گزارش مالی نداشته بیشتر از شاید دو سال هم باشه دو سال خورده ای بوده که فقط با حکم دادگاه صورت جلسات هیئت مدیره منتشر میشه ما لیست احکامی که به نفع ما در این پروسه صادر میشه رو اینجا داریم در درجه اول اول مراحل ما حکم دادگاه درخواست میکنیم از قاضی قاضی که مسئول این پرونده بوده که تمام صورت جلسات این هیئت مدیره منتشر به شما میگفتیم آخه ما اصلا نمیدونیم اینا دارن چیکار میکنن گزارشی منتشر نکردن نه تنها نمیکردند بلکه وقتی حکم دادگارم گرفتیم به, کررات مک... بعد یادآوری میکردیم که باقا صورت جلسه هیئت مدیری یه چیز بدیهیه شما توی دبیرستانم یه انجمن دانشجو و دانش آموزان تشکیل میده یه صورت جلسه آخره هر جلسه منتشر میکنن وجود نداشت با حکم دادگاه توافق نامه مشروط ما این بود که درخواست کردیم که یک این هیئت مدیره با توجه به سابقه ای که داره و با توجه به پنهانکاری و اطلاعات غلطی که پاشو امضا کردن اطلاعات غلط دادن با توجه به همه این واقعیت ها به هیچ وجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم حق دخالت در مجمع عمومی و انتخابات پروسه رأیگیری و کاندیداتوری رو ندارن دادگاه پایین امضا میکنه اگه مطالبه ما مطالبه غیر قانونی بود دادگاه امضا نمیکرد و اگر مطالبه ما مطالبه موجهی نبود خود هیئت مدیرم تایید نمیکرد، کرد توافق نمیکرد رو این رو. حالا شما خیلی در صحبتاتون صحبت از شفافیت میکنید از ضرورت شفافیت و اینی که بخواد همه چی بر در یک جامعه دموکراتیک در یک نهاد غیر انتفاعی عضو محور همه چی باید شفاف بشه بعد از این پرونده حقوقی بسیاری از شما سوال کردن که خب شما که اینقدر از دم از شفافیت دارید میزنید هزینه پرونده حقوقی شما ده هزار دلار اینها رو از کجا تامین شده چرا کسانی که این پولا رو دادن شما اعلام نمی کنید که اینقدر از شفافیت دم میزنید بسیار سوال خوب و موجهیه و یکی دیگه از نکات اصولی هستش که باید راجبش درست و شفاف صحبت بشه و تحلیل بشه یک سازمان غیر انتفاعی عضو محور عمومی مسئولیتش نسبت به شفافیت و گزارش ریز به ریز کارایی که داره میکنه با اشخاص حقیقی فرق میکنه این در درجه اول یعنی همون مسئولیت نسبت به شفافیتی که یک سازمان داره و مدیریت اون سازمان داره افراد حقیقی ندارد و این خلط مبحث فقط پوشوندن این استش که نه شما موظف هستید که دقیقا جز به جز به اعضا بگید که منابع مالیتون از کجاست چهار نفری که رفتن شکایت کردن این وظیفه رو ندارن دو ما هیچ عبایی نداریم ای کاش تمام این چند صد نفری که از 5 دلار و 10 دلار و 50 دلار به بالا اومدن کمک کردن و معتقد بودن که این پروسه حقوقی درست هستش و این روند اصولی به جای گل پرتاب کردن در سوشال میدیا یا دعواهای جناهی ای کاش خود این افراد پاپیش بذارن که چه بسا ها خیلی هاشون هم این کار رو کردن پاپیش بذارن بیان بگن کمک کردن ما نه وظیفه شو داریم نه اختیارش داریم که اگر کسی اومده کمک کرده و کمک مالی کرده از قول اون صحبت بکنیم ما که یک سازمان غیر انتفاعی ثبت شده نبودیم که من یه روزی اومدم بعد از این ماجره هایی که اتفاق افتاده بود در اواخر سال 2018 گفتم دوستان این بسات رو جمع بکنید چون من اعتقاد سیاسیم بهتر از اعتقاد سیاسی شما هستش چون شما فکر میکنی من عضو فلان گروه حکم و من فکر میکنم شما نوکر فلان دولت هستی این نشد رفتار در یک جامعه ای که در یک کشور دموکراتیک داره زندگی میکنه این اصلا مبنای فعالیت یک سازمانی مثل کنگره ایرانیان و کانادا نیست بیاید راجع به قانون قانون مداری صحبت بکنیم راجع به اصول صحبت بکنیم بر اون اساس من امیدوارم که تمام این چند صد نفر هر کدومشون پا پیش بذارن و بگن من اینقدر کمک کردم بارهام دیدم خیلی این کارو کردن خیلی دلشون نمیخواد این کارو بکنن اگر من این رو تحت لفاف یک سازمان غیر انتفاعی انجام بده بودم مجبور بودم قرون به قیرونشو گزارش بکنم. ولی یک چیزی رو به شفافیت بهتون میگم. من سی چند سال اینجا دارم زندگی میکنم. نوع کار من در هیته هنری فیلم ساختن، نوع کاریه که استقلال محور اصلیش هستش. من به هیچ وجه نه در کار، خصوصیم نه در کار حرفه ایم نه در زندگی خصوصیم نه در زندگی حرفه ایم نه در این پروسه ای که گذاشتم اجازه رخنه کردن انگیزه های ثانویه و سالسیه رو نمیدم که با من درگیر بشه از این بابت خیلی خوشحالم که در طول این دو سال هر جلسه ای که میذاشتم که شما در خیلی از اون جلسات هم می شرکت میکردید که راجع به این پرونده حقوقی اطلاع رسانی بکنم افرادی می تو این جلسات میشستن که ممکن بود در شرایط عادی هیچ وقت باورتون نشه که اینا بیان سر یه میز بشینن با همدیگه صحبت بکنن همونجور که تو صحبتاتون گفتید این پرونده هنوز بازه و خاتمه پیدا نکرده چه وقت و در چه زمانی و با چه شرایط این پرونده مخدومه اعلام میشه تا جامعه ایرانی کانادایی یک نفس راحتی بکشه ببینید اولا جامعه ایرانی کانادایی الان داره نفس راحت میکشه که داره اصولی و قانونی یک جریان بسیار مثبت و خوب اتفاق میفته یعنی جامعه ایرانی الان به نظر من فرصت خیلی خوبی بود این مجمع عمومی که زیر نظر دادگاه که جامعه مدنی غیر پارتیزان ایرانی بیاد درگیر بشه و اینجا رو از دست این چرخه پارتیزانیسم نجات بده اصلا موضوع کنگره ایرانیان و کانادا با هنوز عدم مشروعیت و مندیت مردمی نمی بینم که بخواد وارد اون بحثای گنده بشه پس اینی که شما میگید جامعه یه نفس راحتی بکشه به نظر من الان برای اولین بار جامعه داره اگر مبنا دموکراسیه مبنا شفافیت در دیسکورس فعالیت‌های اجتماعی سیاسی مدنی هستش الان باید جامعه یک نفس راحت بکشه که داره آزادانه با همدیگه حرف میزنن مناظره میکنن گفتگو میکنن و دموکراسی اصولا شلوغ و مخشوشه شما نمیتونید که همه یه جوری شیک با هم دیگه حرف بزنن یه سری افراد این فیلتر میشه یادمون باشه این ببینید در چهل و سال گذشته تاریخ جامعه ایرانیان ایرانیان مهاجر این اولین بار همچین اتفاق داره میفته ببینید ما در سپتامبر 2019 چون انگیزه ما انگیزه شخصی نسبت به این هیئت مدیره نبود انگیزه ما انگیزه اصولی و قانونی بود نسبت به یک ارگان به یه مقطعی رسیدیم که اینها میدونستن که هیچ دادگاهی مطالبه ما رو نسبت به لیست اعضا رد نخواهد کرد این مشخص بود اومدن گفتن که ما چه بکنیم یادون باشه این توافق مشروط بود نه سازش چه بکنیم که به دادگاه نریم عین این, این جمله از طرف وکیل اونا مطرح شد مطالبات ما این بود یک تمام اطلاعات غلطی رو که در این مدت یک سال که کمتر از یک سال از دسامبر تا نوامبر تا سپتامبر دسامبر 2018 تا سپتامبر 2019 به اعضا دادید رو اصلاحش بکنید یک اصلاحی منتشر شد همه اعضای هیئت مدیره پاش امضا کردن شرط اول ما بود شرط دوم ما این بود که زیر نظر دادگاه مجمع عمومی صورت بگیره شرط سوممون این بود که اعضا اجازه اینو داشته باشن که در وبسایت در سوشال میدیا کامنت بذارن و کسی پاک نکنه گزارشات مالی چاپ بشه و صورت جلسات هیئت مدیره تمام اینها رو هم به ترتیب که رفتیم مورد قبول قرار گرفت، داگاه پاش امضا کرد و ما گفتیم که موقعی که این پرونده موقع این پرونده مختوم است چون یه توافق نامه مشروط بوده به شرط اینکه مجمع عمومی قانونی برگزار بشه موقع این پرونده مختوم است که دادگاه تایید بکنه گزارش مانیتور رو دال بر اجرای عادلانه و منصفانه و قانونی و اصولی انتخابات یا مجمع عمومی حالا چه تضمینی وجود داره که بعد از این انتخاباتی که برگزار شد هیئت مدیره جدیدی که رفت حالا یا با اکثریت این طرف یا با اکثریت اون طرف دوباره همین بساط دوباره ادامه پیدا نکنه هیچ تضمینی وجود نداره پس دوباره باید یک گروه دیگه اگر ادامه پیدا کرد دوباره برن دوباره پرونده حقوقی نه داره؟ اصلا احتیاج به پرونده حقوقی نیست به نظر من آرزه ی... یعنی به وجود اومدن این پرونده حقوقی و الزام من برای دنبال کردن این به طور قانونی یک جبران نقصان چندین و چند ساله است که امیدوارم که این الان تکرار نشه اصلا لازم نیست به دادگاه رفتن شرط اولش مشارکته یعنی هیچ فرد ایرانی در کانادا زندگی نمی کند که دلیل موجهی داشته باشه عضو کنگره ایرانیان کانادا نباشه مادامی که کنگره ایرانیان و کانادا ادعا می کند که داره سخنگوی ایرانیان کاناداست یعنی من واقعا یک وظیفه میدونم همون طوری که گفتم من یه جوری دارم ادای دین نسبت به قصور خودم در سالهای قبل میکنم که اکتیو نبودم اگرم عضو بودم مرحله دوم میشه هیچ تضمینی وجود نداره دموکراسی خود به خود بدون زحمت کار نمیکنه دموکراسی پر هزینه ترین پر سرترین دیسکورسه و ارزشمندترین دیسکورسه به خاطر اینکه دستاوردهای بزرگ و مثبت داره به همون منوال هم زحمت میبره پس هیچ تضمینی وجود نداره این انتخابات را رو هموار برای هیچ چی نکرده این انتخابات نقطه آغازی است در درجه اول مشارکت در درجه دوم خفاکاری در لفاف یک سازمان غیر انتفاعی عمومی کانادایی هیچ کس نمیتونه بکنه در درجه سوم سانسور نمیتواند در یک سازمان ارگان عمومی کانادایی صورت بگیرد ما با حکم دادگاه جلوی سانسور را گرفتیم با پرونده قانونی جلوی حذف کردن کامنت ها را گرفتیم با پرونده حقوقی مجبور کردیم که گزارشات منتشر بشه با پرونده حقوقی 80 هزار دلار یا 60 چند هزار دلار بدهی این سازمان صفر شد با پرونده حقوقی تمام قصورهایی که در پرونده قانونی قبل از اون انجام شده بود ظرف دو هفته به نتیجه رسید اگر پرونده حقوقی نبود ما الان رفته بودیم یک اس برگزار شده بود به وسیله همون افرادی که دنبال مخ... مخفی, کاری هستن و پروسه رو مخدوش کرده بودن پس نتیجه اخلاقی این پروسه این است که اصلا لازم نبود و مایه سرفکندگی برای جامعه ایرانیان و کنگره ایرانیان هستش که چنین پرونده حقوقی اصلا لازم بود به جریان بیفته و ما خودمون نتونسته بودیم اینو حل و فصلش بکنیم من متاسفم از اینکه کار به اونجا کشید اما دستاوردهاش رو خیلی بزرگتر از این هزینه که شد میدونم چون ما درس بزرگی آموختیم که هیچ کس جلوی قانون نمیتونه وایسه هیچ چیزی خود به خود کار نمیکنه مگر اینکه ما درش مشارکت بکنیم و با نشستن کنار و ایراد گرفتن کار به جایی نمیرسه از روز بعد از این انتخابات تازه شروع کاره اعضا هیئت مدیره رو به, به, حال خودش نباید بذارن مشارکت بکنن کمیته تشکیل بدن و تصور اینو بکنن که در کانادا طبق قوانین کانادا و با اصول کانادایی دارن کار میکنن اگرم میخوان نفی به جامعه ایرانی یا وطن خودشون برسونن بعد از اینه که قانونمندی رو رعایت کرده باشن خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید با توضیحاتی که دادید متشکرم از وقت شما